به نام خداوند مهربان. السلام علیکم دوستای نازنین، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. باز هم بعد از یک مدت طولانی آمدم، پتلون میدوزم. البته یه خنقا هم دارم، اول فقط به خاطر ویدیو دراز نشه تنها پتلون شد. 2 متر تکه است، تکه به شکل گاگره هست، چون این تکه باید از امی رقم قیچی میشه چون آشه دارد. 2 متر تکه، پتلون پاچکلان، سایز میدیم و ویدیو را تعقیب کنین تا آخر با من باشین. 2 متر تکه میگم به خاطر که لب پاچهش آشه داره. قدش 42 اینچ گرفتم، کمرش 15 اینچ است. برام خداوند مهربان. السلام علیکم دوستای نازنین، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. باز هم بعد از یک مدت طولانی آمدم، پتلون میدوزم. البته یه خنقا هم دارم، اول فقط به خاطر ویدیو دراز نشه تنها پتلون شد. 2 متر تکه است، تکه به شکل گاگره هست، چون این تکه باید از امی رقم قیچی میشه چون آشه دارد. 2 متر تکه، پتلون پاچکلان، سایز میدیم و ویدیو را تعقیب کنین تا آخر با من باشین. 2 متر تکه میگم به خاطر که لب پاچهش آشه داره. قدش 42 اینچ گرفتم، کمرش 15 اینچ است. پتلون میدوزم. البته یه خنقا هم دارم، اول فقط به خاطر ویدیو دراز نشه تنها پتلون شد. 2 متر تکه است، تکه به شکل گاگره هست، چون این تکه باید از امی رقم قیچی میشه چون آشه دارد. 2 متر تکه، پتلون پاچکلان، سایز میدیم و ویدیو را تعقیب کنین تا آخر با من باشین. 2 متر تکه میگم به خاطر که لب پاچهش آشه داره. قدش 42 اینچ گرفتم، کمرش 15 اینچ است. برام خداوند مهربان. السلام علیکم دوستای نازنین، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. باز هم بعد از یک مدت طولانی آمدم، پتلون میدوزم. البته یه خنقا هم دارم، اول فقط به خاطر ویدیو دراز نشه تنها پتلون شد. 2 متر تکه است، تکه به شکل گاگره هست، چون این تکه باید از امی رقم قیچی میشه چون آشه دارد. 2 متر تکه، پتلون پاچکلان، سایز میدیم و ویدیو را تعقیب کنین تا آخر با من باشین. 2 متر تکه میگم به خاطر که لب پاچهش آشه داره. قدش 42 اینچ گرفتم، کمرش 15 اینچ است. برام خداوند مهربان. السلام علیکم دوستای نازنین، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. باز هم بعد از یک مدت طولانی آمدم، پتلون میدوزم. البته یه خنقا هم دارم، اول فقط به خاطر ویدیو دراز نشه تنها پتلون شد. 2 متر تکه است، تکه به شکل گاگره هست، چون این تکه باید از امی رقم قیچی میشه چون آشه دارد. 2 متر تکه، پتلون پاچکلان، سایز میدیم و ویدیو را تعقیب کنین تا آخر با من باشین. 2 متر تکه میگم به خاطر که لب پاچهش آشه داره. قدش 42 اینچ گرفتم، کمرش 15 اینچ است. برام خداوند مهربان. السلام علیکم دوستای نازنین، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. باز هم بعد از یک مدت طولانی آمدم، پتلون میدوزم. البته یه خنقا هم دارم، اول فقط به خاطر ویدیو دراز نشه تنها پتلون شد. 2 متر تکه است، تکه به شکل گاگره هست، چون این تکه باید از امی رقم قیچی میشه چون آشه دارد. 2 متر تکه، پتلون پاچکلان، سایز میدیم و ویدیو را تعقیب کنین تا آخر با من باشین. 2 متر تکه میگم به خاطر که لب پاچهش آشه داره. قدش 42 اینچ گرفتم، کمرش 15 اینچ است. برام خداوند مهربان. السلام علیکم دوستای نازنین، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. باز هم بعد از یک مدت طولانی آمدم، پتلون میدوزم. البته یه خنقا هم دارم، اول فقط به خاطر ویدیو دراز نشه تنها پتلون شد. 2 متر تکه است، تکه به شکل گاگره هست، چون این تکه باید از امی رقم قیچی میشه چون آشه دارد. 2 متر تکه، پتلون پاچکلان، سایز میدیم و ویدیو را تعقیب کنین تا آخر با من باشین. 2 متر تکه میگم به خاطر که لب پاچهش آشه داره. قدش 42 اینچ گرفتم، کمرش 15 اینچ است. برام خداوند مهربان. السلام علیکم دوستای نازنین، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. باز هم بعد از یک مدت طولانی آمدم، پتلون میدوزم. البته یه خنقا هم دارم، اول فقط به خاطر ویدیو دراز نشه
تنها پتلونش دو متر تکه است. تکه به شکل گاگره هست، چون این تکه باید از امی رقم قیچی میشود چون آشه دارد. دو متر تکه، پتلون پاچکلان، سایز میدیم و ویدو را تعقیب کنین تا آخر با ما باشین. دو متر تکه میگم به خاطر که لب پاچهش آشه داره. قدش 42 اینچ گرفتم، کمرش 15 اینچ است. برام خداوند مهربان، السلام علیکم دوستای نازنین، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. بازم بعد از یک مدت طولانی آمدم پتلون میدوزم. البته یخنقاق هم دارم، اول فقط به خاطر ویدیو دراز نشه تنها پتلون شد. دو متر تکه است. تکه به شکل گاگره هست، چون این تکه باید از امی رقم قیچی میشود چون آشه دارد. دو متر تکه، پتلون پاچکلان، سایز میدیم و ویدیو را تعقیب کنین تا آخر با ما باشین. دو متر تکه میگم به خاطر که لب پاچهش آشه داره. قدش 42 اینچ گرفتم، کمرش 15 اینچ است. و یه قسمت پتلون زنجیر میگیرم. متوجه باشیم زنجیرش زیاد کوتاه نباشه. کوشش کنین حداقل زنجیرتان 8 اینچ و یا 9 اینچ باشه. او فرق نمیکنه که دست چپ یا دست راست، چون آل مود از این رفته فقط تنها پتلونای دفتری یا او هم یگان تاش. مود از این رفته که بر خانما قسمت پتلون پیشوروی جز پتلون کوبایا گفته نمیتونم، اما پتلونای نرمال آل مودش رفته که در پیشوروی زنجیر میدادن. تمام پتلونا آل در بغل زنجیر داره. در بغل بسیار راحت هم است. وقتی که اگر یخنقاق یا بلوز می پوشین، قسمت پیشرویتان قسمت ناف کلولگی نمی داشته باشه. این رقم بسیار بهتر است. من زنجیر چپ استفاده می کنم. متوجه باشین که زنجیر چپه برای پتلون بسیار بهتر است. خب من در زار دوختم مکمل، فیفش هم دوختم. حالا کمر اندازه می کنم به این شکل 16 اینچ مکمل گرفتیم. به خاطر از اینکه قسمت تار زنجیرشم شما میتونین که 15-14 نظر برای کمرتان است، فقط قرترش قیچیش کنین چه قسم نظرتان. و یا اگر مشکل داشتین میتونین که در انترنت سرچ کنین سایز پتلون براتان میگه کدام سایز کدام چه قسم قیچی شوه. خب من قسمت داخلی پتلون رو میدوزم، یه قسمت شباید از دوبار بدوزیم. باز هم میگم به خاطر که محکم تر بیاید. به می قسم دختر خدا دامه میتونم و با ما باشی تا آخر ویدیو. بعد از این قسمت داخلی پتلون دوختم، آن لب پاچه را میدوزم. وقتی که لب پاچه را دوختم بدن، شما میتونین، ضرور نیست که یک و نیم اینچ بگیرین. قاطش ما یک و نیم اینچ گرفتم. شما میتونین که یک اینچ هم بگیرین یا از او کده کوتاه‌تر هم. پتلون لب پاچه را دوختم چون بسیار آسان بود، زیاد مکملش نگرفتم. حالا نوبت زنجیر میرسه. من اول این بار قسمی دوختم که اول فیتی کمره، گفتم که من فیتی کمره تغییر دادم، رقم خود پتلون دوختم، رقم دان پاچهش ندوختم. یعنی درنگ گفتم نبیام ایشه بد معلوم شوه. بعد از اینکه من فیتی کمره لایه چسباندم، لایه زیرو است، مثل تکواری است، بسیار چسب زیاد است. من فیتی کمره اول میدوزم بعدا زنجیرشه. شما میتونین اول زنجیرشه هم بدوزین یا در قسمت فیتی کمر چنگل بشانین. من او رقم نکدم، بیخی کاملا متفاوت کدم، گفتم آسانتر شوه. فیتی کمر اول میدوزم بعدا با زنجیره همراه فیتی کمر نصب میکنم. خوب به می شکل سوزن میزنین، اندازه کنین به خاطر از اینکه خرد و کلان نبیایه و یا تار بندازین. به دل خودتان هر رقم راحت هستین. تایم داشتین تار بندازین، اگر وقت نداشتین وقتتان کم بود میتونین از سوزن استفاده کنین. دور و دور کمره من میدوزم به این شکل. فرق نمیکنه که از روی فیته کمر بدوزین یا از روی پتلون، به نظر به دل خودتان از هر قسمی که راحت تر بودین. به این شکل میدوزم.
خب ما دوختم که فیته کمره دوختم. حالا نوبت ازی میرسه که ما باید متوجه باشیم که فیته کمر مکمل ندوختیم، یک روشه دوختیم. بعد از اینکه زنجیر نصب کردم، باز قسمت قاطع دیگیشه میدوزم. زنجیر چپه است، اگر شما پیدا نکردین خیره زنجیر راسته هم میتونین کوشش کنین که در زنجیر چپه قید به خصوص داره. ما گفتیم ویدیو هم گذاشتیم، زیاد متوجه باشین. زنجیره اما قسمتی که فیتی کمره میبخشین، بعض وقت زبان گوشتی است. آن نوبت زنجیر رسید، زنجیر سوزن میزنم. متوجه باشین امی زنجیر از چپه یک ذره دوختنش مشکل است. دیگه قسمتش نیه، اما قسمت پایینی که خود زنجیر اما قیتکش است که بالا کش میکنه، اونو بسیار مشکل از دوختنش. اگر به طریقش دوختنه شه، بس وقتی که زنجیر خلاص کنی بدوزی، یک بعض وقتا اگر کسی زیاد مهارت نداشته باشه خلطگگ میمانه یا چملک میه. کوشش کنین در وقت دوختن زیاد متوجه باشین. سوزن مندازم مردوشه، بعدن میدوزم. از یک قیت همیشگی استفاده میکنم، قیت بخصوص از ما همیشه ویدیو گذاشتیم. میتونین که ویدیوی ما ببینین، در تکه فروشی ها میباشه و کسایی که خارج از افغانستان هستین در تار تکمه فروشی میباشه، چون در افغانستان جدا فروخته میشه، در تکه فروشی ها نمیباشه. با ما باشین، ویدیو را تا آخر تماشا کنین. این قسمت ویدیو را زنجیر دوختنش هست، همگی میفهمین. همگی کوشش کنین وقتی که زنجیره می دوختین اول امتحان کنین که بعدا برتان مشکل نشه، چون از این قید کرد دو خانه گرد داره، یکی خانه طرف دست راست است و یکی طرف دست چپ. اگر می خواستین که قید زنجیرت بدوزین، از قسمت بالا شروع می کنین، قید طرف دست راست بگیرین. از او خاطر زیاد متوجه باشین. این حالا من می دوزم قسمت دیگه شه، با ما باشین. ای هم شد پتلون ما. واقعا مرا خوشم آمد، خدا کنه خوش شما هم آمده باشه. بسیار آسان و ساده و همچنان بسیار مقبول آمده. سایزی میدیم، قسمی که شما دیدین که پیشونیش کوتاه‌تر است نسبت به پشت سر دیگه، خدا کنه می رقم برای خودتان همچنان بدوزین و پیسی که برای خیاط میدین برای خود یک چیز دیگه بجایش بخرین. الله حافظتان، در امان خداوند باشین.